مسیرهای ناهموار عادت کرده اند. و جنگلبانی که با شاخ و چوب و برگ این جنگل ها دوستی دیرینه دارد. با توجه به اینکه خودم بچه یکی از روستاهای جنگلنشین شهرستان سراوات هستم، از بچگی به طبیعت و جنگل علاقه خاصی داشتم. همین علاقه این بانوی کردستانی را ترغیب کرد تا تحصیلات خود را در همین زمینه ادامه دهد. به همین دلیلم توی دانشگاه رشته کارشناسی ارشد رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل خوندم. خانم کریمی از ما می‌خواهد که همراه او سری به ارتفاعات سرواباد بزنیم تا از نزدیک کار توسعه جنگل را ببینیم. مسیری کوهستانی و سخت اما پر امید. آموزش کارگرانی که نهال می‌کارند از دیگر کارهای دختر جنگلبان کردستان است. در هر چاله یک نهال بادام کوهی و 4 تا بذر کاشت می‌کنیم. نهال بادام کوهی حالت درخچه‌ای دارد و می‌تواند یک گونه پرستار برای بذرهایی که در اینجا کاشت می‌شود داشته باشد. کاری که نتیجه آن آینده‌ای سبز را به نسل‌های آینده هدیه می‌دهد. نهالی که ما در اینجا کاشتیم حدود 3 سال طول کشیده تا به این ارتفاع برسه و در طول این 3 سال به شدت نیاز به مراقبت و آبیاری و نگهداری داشتیم. مردمانی که خود نسلها در این جنگلها روزگار گذرانده اند با مشاوره هایی که از این بانوی جنگلبان میگیرند بهتر قدر این طلای سبز را میدانند. درسته که نگهداری و حفاظت از جنگل شغل خانم کریمیه، اما همه ما باید در برابر این ثروت‌های ملی احساس مسئولیت کنیم. طیب الله فیصی، خبرگزاری صدا و سیما، جنگل‌های سرواباد.